سلام، امروز میخوام راجع به گزارش نویسی حرف بزنم. اگه سختتونه که به برنامه ریزیتون پایبند بمونید، این ویدیو مال شماست. یه ویدیو دیگم قبلا آپلود کرده بودم به اسم آیا برنامه ریزی مال همه است؟ پیشنهاد میکنم همین امروز اون یکی ویدیو رو هم تماشا کنید. برای یه گزارش نویسی درست باید شروع بکنیم چند روز پشت سر هم گزارش همه یه کارهایی که انجام دادیم رو بنویسیم. دقت کنید، قرار نیست برنامه ریزی ساعتی بکنیم، قراره صرفا شبیه یه بیننده کارهای خودمون رو ببینیم و بعد توی یه دفتر یادداشت کنیم. اینکه کی از خواب بیدار شدیم، کی تا کی صبحونه خوردیم، کی تا کی درس خوندیم، کی تا کی گوشی دستمون بوده داشتیم تو اینترنت چرخ می‌زدیم، کی تا کی روی تخت دراز کشیده بودیم، کی تا کی سر کار بودیم و همینطوری همه جزئیات رو بنویسیم تا شب بشه. پیشنهاد من اینه که حداقل 4-5 روز این کارو انجام بدین، ولی اگه بشه یه هفته 10 روز که خیلی عالیه. کار سختیه ها، اینکه هر روز هر لحظه حواسمون باشه که دقیقاً بنویسیم داریم چه کار میکنیم، ولی وقتی عادت بکنید بهش، بعد از چند روز تأثیر معجزه آساشو میبینید. همه این گزارش ها رو در طول روزهایی که دارین گزارش نویسی میکنید میتونید توی روزنگارتون بنویسین. اگر هم بولت جورنال ندارین میتونید هر صفحه دیگه از هر دفتر دیگه ای رو که دوست دارین واسه این کار اختصاص بدین. حالا نوبت جمع‌بندی گزارشه. یه جدول جدید بکشین، جدولی که قراره هر ستونش نشون دهنده یک روز از هفته باشه. اولین ستون سمت راست قراره ساعت‌ها رو به ما نشون بده و بعد توی ستون‌های بعدی میایم کارهایی رو که در طول اون چند روز انجام دادیم می‌نویسیم. انگار داریم گزارشمون رو پاکنویس می‌کنیم در حقیقت. ممکنه بگید خب چرا پاکنویس کنم؟ از اول میام توی همین جدول می‌نویسم. پیشنهاد من اینه که یه دور توی روزنگارتون بنویسین و بعد از اون چند روز گزارش نویسی، روزی که قراره بشید برنامه ریزی کنید، پاکنویس کنید. به خاطر اینکه با پاکنویس کردن یادتون میاد که دقیقاً توی این چند روز چه کار کردین و دید بهتری بهتون دست میده. این جدولی که توی ویدیوها میبینید و من آماده کردم روی سایت انرژیشمی هست. اگه دوست داشته باشین میتونید رایگان از سایت دانلود بکنید. وقتی این جدول پاکنویس ما پر شد، ما اطلاعات تمیز و مرتب و دسته‌بندی شده ای از گزارش این چند روزمون داریم. حالا باید بریم سراغ تحلیل کردن. ما یک سری عدد جلومون داریم با لیست یه سری کار، ولی این اعداد و این لیست فعالیت ها یه سری معناهای پنهانی درونشون دارن، یه سری رابطه هایی با همدیگه دارن که همینطوری شاید برای ما مشخص نباشه، بلکه با فکر کردن بهشون و تحلیل کردنشون میتونیم رابطه ها و معناهای پنهانشون رو به دست بیاریم. ممکنه یه نفر 10 ثانیه نگاه بکنه به برنامهش متوجه بشه که مشکل کارش از کجاست و چی کار باید بکنه. یه نفر دیگه ممکنه بیشتر سختش باشه که تحلیل بکنه داده هاشو. ولی من اینجا چند تا سوال برای نمونه بهتون میدم که این سوال ها رو از خودتون بپرسین و بهتون کمک بکنه واسه تحلیل کردن. سوال اول این که واسه هر کاری چقدر وقت گذاشتم و آیا ارزشش رو داشته یا نه. فعالیت‌های ما آدما توی چند روز معمولاً مشخصه، اونقدر تفاوت خاصی نداره. بنابراین بیاین ساعت‌هایی رو که وقت گذاشتین واسه هر کار جمع بزنید، یه لیست درست کنید و ببینید واسه چه کاری کلاً توی این چند روز بیشتر وقت صرف کردین، واسه چه کاری کمتر و کمتر و کمتر. و بعد از خودتون بپرسین که آیا این کار ارزشش به اندازه این وقت هست یا نه. مثلا من وقتی لیست خودم رو نوشتم، بیشترین فعالیتی که واسهش وقت صرف کرده بودم استراحت کردن بود، به شکل تو اینترنت گشتن و سریال دیدن و اینا. باورم نمیشد. از خودم پرسیدم که خب این ارزشش رو داره و پاسخم این بود که مسلما نه. من واقعا دلم نمیخواست بیشترین وقتی که میذارم واسه اینترنت و فیلم و سریال باشه. و خب این یه اطلاعات جدیدی بود که به من وارد شد. همینطوری تیکه تیکه وقتی میدیدم سریال دیدم یا تو اینترنت گشتم یا تو اینستاگرام گشتم، متوجه نمیشدم که چقدره. اما وقتی تمام ساعت‌ها رو با هم دیگه جمع زدم و لیست نوشتم، دیدم اوکی، خیلی زیاده. یه سوال دیگه که پیشنهاد میکنم از خودتون بپرسین اینه که
صبح بیشتر چی کار کردم، ظهر تا غروب بیشتر چی کار کردم و شبا بیشتر چه کار کردم و این کارها چه تأثیری روی روز من داشته. مثلا من وقتی نگاه کردم به برنامه متوجه شدم که بیشتر وقتها صبح کار مفید میکنم، حالا یا روی کارهای دانشگاه وقت میذارم یا زبان میخونم، اما یه روزایی هم صبحش مثلا یه سریال قسمت جدیدش اومده بوده، من اون قسمت سریال رو دیدم و بعد نگاه کردم دیدم اون روزهایی که من صبحش سریال دیدم متاسفانه خیلی بازدهی خوبی تا شب برام نداشته، یعنی تا شبش کلن خیلی فاز کار مفید انجام دادن نداشتم. پس یه تحلیل دیگه که من به دست آوردم این بود که بهتر صبحها کار مفید انجام بدم، اینطوری بازدهی کل روزم میره بالاتر. حالا که داریم از بازدهی حرف میزنیم بهتر بریم سراغ سوال بعدی که سوالش اینه چه روزی بیشتر از همه بازدهی داشتم؟ حالا بازدهی ممکنه تعریفش از دید من و شما فرق بکنه، اون چیزی که در نظر شما بازدهیه، حالا بیشتر وقت کردین واسه خودتون وقت بذارین، بیشتر کار کنین، بیشتر درس بخونید، هر چیزی که هست، چه روزی بیشترین بازدهی رو براتون داشته و چرا؟ مثلا ممکنه من به برنامه‌ام نگاه کنم بگم اوکی دوشنبه من بیشترین میزان کار مفید رو انجام دادم و به خاطر این بوده که دیشبش زودتر از همیشه خوابیدم، یا اون روز زودتر از همیشه پا شدم، یا اون روز صبحونه خوردم بقیه روزا صبحونه نخوردم، یا اون روز تلفنی حرف نزدم اصلا. اینا همه مثالایی هستن که الان به ذهن من میرسه، ولی مسلما اون روزی که بیشترین بازدهی رو برای شما داشته به هر حال یه چیزی، یه جزئیاتی توش با بقیه روزها متفاوته. سعی کنید اون جزئیات رو پیدا کنید. آخرین سوالی که میخوام بهتون بگم یه سوال خیلی مهمه و اون اینه که آیا واسه فلان کار پیوستگی داشتم یا نه؟ پیوستگی داشتن به شدت مهمه. مثلا من روی کارهای دانشگاهم خیلی وقت گذاشته بودم، اما واقعیت این بود که پیوستگی نداشتم، اینطوری نبود که حتما هر روز یه ساعت مشخصی وقت بذارم. یه روز خیلی کار کرده بودم، یه روز اصلا کار نکرده بودم، یه روز کمتر، دوباره یه روز خیلی. بنابراین یه تحلیل دیگه من این بود که واسه کارهای دانشگاه هم پیوستگی ندارم و این خوب نیست. حالا شما هم واسه کارهای دیگتون، کارهایی که واسه تون مهمه، به برنامه‌تون نگاه کنید و از خودتون بپرسید که آیا پیوستگی داشتم یا نداشتم. تا اینجا اعداد و ارقام توی جدول پیش رومون رو تحلیل کردیم. این تحلیل ها قراره به ما کمک بکنن که بر اساسشون برنامه ریزی کنیم. اما قبل از این که بریم یه سر سراغ برنامه ریزی کردن، میخوام ازتون یه چیزی بخوام. ازتون میخوام اهداف 5 سال آینده و اهداف 3 ماه آیندهتون رو بنویسید. بشینین همون کاغذ رو ورق بزنید یا یه کاغذ دیگه بذارین جلوتون و بنویسین من میخوام 5 سال دیگه کجا باشم، به چی برسم، این میشه اهداف بلند مدت، و میخوام 3 ماه دیگه کجا باشم و به چی برسم. اگر دفتر برنامه ریزی دارین و این مدل هدف ها رو هم نوشتین، مسلما من ازتون نمیخوام هدف های جدید اختراع کنین، ورق بزنین به صفحه هدف هاتون برسین توی دفتر برنامه ریزیتون و ببینین هدفتون واسه 5 سال دیگه چیه، واسه 3 ماه دیگه چیه، و اونها رو بیارین و دوباره بنویسین. چون ما الان توی یه جریان برنامه ریزی هستیم، از گزارش نویسی، پاک نویس کردن، تحلیل کردن، الان رسیدیم به هدف گذاری. ازتون میخوام که حتی اگه قبلا هدفاتون رو نوشتین، دوباره توی این مرحله هدفاتون رو بازنویسی کنید. حالا که میدونیم از زندگیمون چی میخوایم، وقتشه بریم سراغ تصمیم گیری برای آینده. توی این مرحله قراره به جدول اطلاعاتمون، به تحلیلامون نگاه بکنیم، بعد بیایم به هدفامون نگاه بکنیم، بعد با خودمون فکر کنیم که خب من چی کار بکنم، من توی این تحلیلها، توی این گزارشه چه تغییری باید ایجاد بکنم که بتونم 3 ماه دیگه به فلان هدفم برسم، 5 سال دیگه به فلان هدفم برسم. دقت کنید این گزارشی که شما نوشتین در حقیقت روتین زندگیتونه، روتین عادتهاییه که دارین و این روتین باید تغییر بکنه که شما رو برسونه به اون هدفا. اینجا هم دوباره من چند تا تمرین بهتون میدم که واسه تون راحت تر بشه تصمیم گیری، اما محدود به این چیزهایی که من میگم نیست و مسلماً خود شما میتونید به چیزهای خیلی بیشتری فکر بکنید. از جمله چیزهایی که میتونه واسه تصمیم گیری بهتون کمک بکنه
توجه کردن به ساعت خوابیدن و بیدار شدنتونه. آیا ساعت بیدار شدن من به موقع است یا خیلی دیره یا خیلی زوده؟ آیا ساعت خواب من به موقع است یا خیلی دیره یا خیلی زوده؟ باید اینها تغییر بکنن یا نه؟ مثلا من توی این چند روز متوجه شدم که متاسفانه چون عادت کردم شب و سریال میبینم، ساعت خوابم دیر شده و خوب نیست. به خاطر همین یکی از تصمیم هایی که برای آیندم گرفتم این بود که شبها زودتر بخوابم. اون هدفایی که توی مرحله قبل نوشتیم یک سری اولویت هایی دارن. منطقش اینه که این لیست، ترتیب لیست فعالیت های من با ترتیب اولویت هدف های من بخونه. مثلا اگه اولویت من کنکوره، نباید از این ور میزان زمانی که واسه درس خوندن میذارم نفر پنجم لیستم باشه، منطقا باید نفر اول دوم لیستم باشه. پس یه کار دیگه که میتونید بکنید و واسهش تصمیم بگیرین اینه که نگاه به اولویت هدف هاتون بکنید، نگاه به ترتیب فعالیت هاتون بکنید و ببینید آیا واسه هر فعالیت به اندازه کافی وقت میذارین یا نه. یه کار دیگه اینه که برگردم به اون جدول زمان بندی نگاه کنم، همون که پاک نویس کرده بودم، و ببینم وقتای تلف شدم کجاست، وقتای مردم کجاست که میتونم ازشون استفاده بکنم. هی نگاه کنید، نگاه کنید، نگاه کنید. ممکنه شما آشپزی میکنید، بعد بگین که اوکی من موقع آشپزی هیچ کاری نمیکنم، میتونم کتاب صوتی گوش بدم. یا ممکنه شما در رفت آمد بین کارتونید بگید او من تو اون مدت میتونم یه کار مفید انجام بدم. به جدول زمان بندیتون نگاه کنید، ببینید چه زمانهایی هستن که شما ازشون هیچ استفاده ای نمیکنید ولی میتونن خیلی پربازده بشن. پس زمانهای مردتون رو پیدا کنید و بکشین بیرون. در نهایت میرسیم به عادتها. دوباره نگاه بکنید و از خودتون بپرسید چه عادتهایی دارم که خیلی خوبه و باید ادامهشون بدم و چه عادتهایی دارم که خوب نیستن، دارن تأثیر منفی میذارن و باید حذفشون بکنم. برای من یکی از عادتهای بدی که پیدا کردم این بود که شبا قبل خوابم سریال میبینم. فوق‌العاده بده و تصمیم گرفتم این عادت رو کلن حذفش بکنم. اینا نمونه کارهایی بودن که شما میتونستین انجام بدین واسه یه تصمیم گیری آیندتون. من سعی کردم بهتون کمک کنم، ولی مسلماً سوالهای دیگه و چیزهای دیگه هستن که میتونید بهشون فکر بکنید و محدود به این چیزهایی که من گفتم نمیشه. در نهایت میرسیم به برنامه ریزی. اوکی، من همه این مراحل رو انجام دادم، چند روز گزارش نویسی کردم، پاک نویسش کردم، تحلیلش کردم، تصمیم گیری کردم برای آیندم. حالا واسه یه برنامه ریزیم چه کار کنم؟ 3 تا پیشنهاد واسه یه برنامه ریزی جدیدتون بهتون میدم و همچنان محدود به پیشنهادهای من نمیشه، ولی خب این 3 تا مهمتریناشن که به ذهن من رسید. 1 ردیاب عادت ایجاد بکنید، ترجیحاً ماهانه واسه ماه جدید، اگر هفته جدیده هفتگی، و توش عادت‌های درستی که می‌خواید توی خودتون ایجاد کنید رو بنویسین به اضافه عادت‌های غلطی که می‌خواید حذفش کنید. مثلا من توی ردیاب جدید این ماه هم می‌نویسم که شبا قبل خواب کتاب بخون و هم می‌نویسم شبا قبل خواب سریال نبین. جفت اینا رو می‌نویسم. چه اهداف 5 ساله، چه اهداف 3 ماهه. واسه هر کدوم 1 صفحه جدید توی اولین صفحه خالی دفترتون درست کنید. بنویسین که چه اهدافی دارین و زیرش بنویسین که قراره در ماه جدید، در هفته جدید یا در سال جدید، بستگی داره چه برنامه ریزی دارین میکنین، بنویسین که میخواین توی این بازه زمانی جدید واسه اون کار چه کار بکنید. مثلا من چون الان دارم برای آذر ماه برنامه ریزی میکنم، زیر هدفهای 3 ماهم که یکیش سایت جدید نردیشمیه، مینویسم که طراحی های نهایی سایت تایید بشه، چون ما الان هنوز تو فاز طراحیم و تایید قطعی نکردم من. یا واسه پایان نامم مینویسم که بخت دفاع بگیرم. پیشنهاد 3 من یه خوردش از سخت باشه و اونم اینه که دوباره گزارش نویسی کنید. قبل از اینکه بریم بیرون به حرف من گوش بدین، ولی گزارش نویسی بهترین شکلیه که میتونه به شما نشون بده دارین از وقتتون چه استفاده ای میکنید. خیلی بهتر میشه اگه دوباره 4-5 روز گزارش نویسی بکنیم، منتها این بار به شکل ایدئالش سعی کنیم نزدیک تر شیم.
پس پیشنهاد من اینه، بیاین یه شکل بهتری از روتین و واسه خودتون در نظر بگیرین. کاری که من کردم فقط این بود که میزان ساعتی که هر روز میخوام صرف انجام دادن یه کاری بکنم و در نظر گرفتم. مثلا گفتم که من تو گزارش قبلی روزی میانگین روزی مثلا 2 ساعت زبان خوندم، به نظرم بهتره این میانگینه بشه روزی 3 ساعت. میانگین روزی 2 ساعت سریال دیدم، به نظرم بهتره بشه روزی نیم ساعت. یعنی اومدم میانگین روزانه ها رو مقایسه کردم، گفتم قبلا اینطوری بوده، در حالت بهترش باید اینقدر باشه. وقتی این تصویر یه گزارش ایدئال رو دارین، شروع کنید به گزارش نویسی دوباره 4-5 روز در هفته و سعی کنید خودتون رو هول بدین که به اون ایدئاله نزدیک بشین. باز دوباره 4-5 روز یا یه هفته به نظر من کافیه و اگه دیدین واقعا دارین نزدیک میشین، میتونید گزارش نویسی رو رها بکنید و با همون فرمون برین جلو. اگر هم خیلی از گزارش نویسی خوشتون اومده میتونید رها نکنید، خیلی هم کار خوبیه. یه فایل آماده واسه گزارش نویسی و تحلیل گزارش ها و همه این جدول ها و این چیزهایی که شما توی ویدیو دیدین روی سایت انرژیشمی هست، میتونید به این رایگان دانلود بکنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که لایک کنید، اگر نظری دارین ممنون میشم که بنویسین. مرسی که این ویدیو رو تماشا میکنید. اگه توی یوتیوب تماشا کنید واسه حمایت از من خیلی بهتره، من خیلی بیشتر خوشحال میشم. و اگرم کسی رو میشناسین که تو شرایط روحی خوبی نیست و دلیلش هم اینه که نمیتونه برنامه ریزی کنه، احساس میکنه نمیتونه به برنامه ریزیش پایبند باشه، این ویدیو رو براش بفرستین. فکر میکنم که خیلی خیلی کمکش بکنه. تجربه گزارش نویسی و ساختن این ویدیو واسه من خیلی باحال بود، چون با هم دیگه انجامش دادیم و به فکرم رسید که بیشتر از این کارا بکنیم. حالا باز اگر شما ایده‌ای دارین به من بدین. تا یه ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.